درود 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 به همه شما عزیزان، خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای من و مرسی که روی این ویدیو کلیک کردین و وارد چنل شدید. اینجا 7M و من مهدی هستم، چاکر همه برابعکس. آرزوی بهترین ها تن سالم و جیب پر پول برای یکایک شما دارم. امروز اومدیم با شما با یک ویدیو از قماندان کفدر، زن افسانه‌ای کشور افغانستان که بسیار بسیار اسمش بر روی زبون‌ها هست و همه میشناسن انگار به جز من، و قراره با هم در داخل این ویدیو بهش بپردازیم، ببینیم قماندان کفدر یا همون عایشه خانم کی هست، اصلا چه اصالتی داره که انقدر افسانه‌ای شده در کشور تاریخی و زیبای افغانستان. به این ویدیو میپردازیم، لینک اصل ویدیو هم داخل توضیحات میذارم، حتما حتما با من همراه باشید که بسیار بسیار حس میکنم جذابه و اون لایک قشنگه رو یادت نره جان و سیو بچه. همگی با هم دیگه لیتس گو. عایشه یا قماندان کفتر، زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان، شاید تنها زن جنگجوی در افغانستان که خارج از تشکیلات دولتی قماندان است و رهبری نظامیان زیادی را به دوش دارد. چی؟ درست دارم میشنوم؟ تنهایی به دور از دولت، خودش قماندان، خودش برای خود داستانها داره و نیرو میرو داره؟ من اینجوری فهمیدم. خب خیلی جذاب شد. او در زمان تهاجم شوروی وقت بر افغانستان 30 ساله بوده که بر ضد متجاوزین سلاح برداشت و در صف جهاد پیوست. اگه میشه فکرم این هست که سال از من چند باشد همین شوروی که آمد خدایا ما همین دست به سلاح شده. دمت گرم دمت گرم جانم. این بانو که در زمان جهاد بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین حکم میراند و فرماندهی صدها مجاهد بود، در زمان حکومت طالبان نیز که وارد نهرین شده بودند بر ضد آنان جنگید. فرمانده هزاران تا از مجاهدین بود و بر ضد طالبان و بر ضد شوروی جنگیده، یعنی در واقع یه دولتی برای خودش تشکیل داده در حفاظت از کشور افغانستان. غیرت تو عشق است. و نگذاشت تا قرارگاهش به دست طالبان بیفتد. او میگوید هم روسها و هم طالبان بار بار قرارگاهش را محاصره کرده ولی موفق به تسخیر آن نشدند. چی شد تاوده که بود آنمون زد و خورد و او بکشم و بکشم و تک و بالک و روزی که خدا خریش را گم کرد یک دو جلپه گرفت. یک دفعه گرفت با طالب گم شد، با دوم پیره دیگه گرفت. منظور است که نهرین گرفت مکمل، یعنی دو بار منطقه خودت گرفتن نتونست. چه آرومه، جنگام کرد گرفتن، جنگام کرد گرفتن نتونست. بهش نمیخوره، خیلی آرومه. این آرومی این نیست بگی مثلا همون کلمه معنی کلمه آرومه، در واقع پر از اعتماد به نفسه. اینقدر ریلکس شمرده شمرده داره میگه، ولی پای جنگ بیفته پارتون میکنم و فرق نداره هر دشمن بیاد دورور قرارگاه من خونش کردن خودش. از قماندان جهادی ولسوالی نهرین با 100 نفر مسلح امروز به ولسوالی برکه آمده. قماندان کفتر به آنکه کم و بیش 100 میل سلاح خود را تسلیم دولت کرده، اما هنوز افراد مسلح زیادی دارد و بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین که زادگاهش است حکم میراند. شاید این دولت یک فتح عاشقانه باشد و یا اصطلاح وحشیانه، اما آنچه که ما دیدیم و شنیدیم، مردم زیادی به او احترام دارند و هوادارانش مشتاقند تا با او باشند و از او پیروی نمایند. هستند، چرا نیستند؟ همچین کسایی داخل هر کشوری وجود داره. و اینم بهتون بگم، گفت که سلاح داده به دولت، کمک دولت هم کرده. بابا دولت، شما صاحب کشور افغانستانید، افغانستان باید الان یک دنیا باشه. افغانستان خیلی غنیه، حواستون هست؟ تا این منطقه سرزمین تانا اشغال نشدن، بسیار نیروهای قوی در اینجا بودن. حاجی کفتر بسیار بسیار خدمت زیاد کردن در مقابل نیروی خارجی، بسیار مقاومت کردن. او میگوید در جنگ کندوز نیرو فرستاد و اگر لازم باشد به سایر نقاط هم در خط مقدم جبهه با طالبان و داعش می جنگد. او که گله های زیادی از کم مهری دولت در حق خودش دارد میگوید ما
ماشالله ماشالله بچه تفنگ علکی نیست همینطوری بزنه یا دست دو دست خیلی قوی میخواد یه لحظه این ور اون ور بشه تفنگه کمونه میکنه حالا بیا جمعش میادی دو سه نفر رو انداختی به چشم دیدین خیلی ویدیوهاشون هم پخش شده بابا دمت گرم قمندان تو فقط تیر بزن های زیادی از کم مهری دولت در حق خودش دارد میگوید با آنکه همکار خوب دولت میباشد اما هیچ توجهی برایش صورت نگرفته است دولت صد پیره به هر مقام رفتیم کس باز خواست نکد هیشگی چی میخواستی از دولت؟ چی میخواست؟ از دولت میخواستم که ما رگان 100 یا 150 نفر بگیره دیگه نگرفته هیچ گبی به عنوان چی؟ به عنوان که اگه پلیس محلی مثلا دیگه وظیفه دیگه چرا آخه؟ نگرفت دولت خانم کفتر میگوید دولت یا کدام نهاد دیگری به او کمک نمی کند و خودش از پول شخصیش که از طریق زراعت و مالداری به دست می آورد اما خارج فامیل 70 نفری و سربازانش را تأمین می کند زمانی که از قمندان کفتر در مورد راه حل جنگ های جاری در کشور پرسیدم او با اشاره به تفنگی که در دست داشت گفت این جنگ از راه سل نیست جز از راه اول خدا و دهیم یعنی می کلشن که بی نازمین دیگه این زور دیگه این ترگم نیست که بگی که این طالب اصلاح شود و اقلا بشنند ما بین و گب خلاص شود نیست و تو نیست عقلانی گفت ما هیچ وقت طرفدار جنگ نیستیم ولی وقتی جنگ میاد رو سرت سوار میشه وقتی تو بگی نه نیست خوب نیست فلان با حرفی چی درست نمیشه باید در واقع دیگه افتاده گردنه دیگه چی از دستت برمیاد دیگه باید محافظ جون خودت و اطرافیانت باش باید مثل خودشون باهاشون رفتار کرد میگه با کلاشینکوف داد میداد نهرین ولسوالی است در شرق ولایت بغلان و زادگاه قمندان کفتر هم یعنی دره سجان در یکی از دره های تنگ و صعب العبور همین ولسوالی قرار دارد و میگوید بسیاری از جنجال های قومی و خصومت های شخصی را از طریق بزرگان قوم حل میکند و نمیگذارد دشمنی ها زیاد و مردم پریشان شوند دقیقا تو همچین محله های همچین جاهای کوچیکی در واقع ما نه دادگاه داریم نه رئیس دادگستری این داستان هیچی وجود نداره و از قدیم الایام هم همین بوده مشکل پیش می اومد بین بزرگان می اومدن پادرمیونه می کردن حلش می کردن و این سنت همچنان رواج داره و بزرگ منطقه است قمندان کفتر از او پرسیدم که عدالت را چگونه تأمین می کند در حالی که ایشان نه قاضی اند و نه حقوقدان و حتی نه باسواد او به من گفت موی سفید ها را می طلبیم مولا ها را می طلبیم مولا یارم می شینیم می سنجیم که هر کسی که گناهکار بود قمندان کفتر هم دشمنی با طالبان دارد و هم بدبینان در محیط و منطقه اش و برای همین هنوز سنگردار است و پیرو گزمه اش روان همه با طالبان دشمن قمندان کفتر که ده ها سال سلاح به دست بوده استفاده از هر نوع سلاح‌های معمول در جبهات جنگ را به خوبی میداند از راکت تا توپ و از تفنگچه تا پیکا بزن بزنه بزن آموزش شاره میده صدا افراد تحت امر این قمندان از او خوب اطاعت میکنند و بدون این که ماش قشنگ معلومه بچه ها چقدر براش احترام قائلن چه حرفشو قشنگ گوش میدن حتی بگی ببینه برای همینه که عضو گروهش هستن جز نیروهاش هستن و به هیچ عنوان ازش سرپیچی نمی کنن در واقع بیشتر قابل احترامه چون وقتی گفت نزدیک 30 سالش بوده دیگه شروع کرده به جنگ با شوروی بعد طالبان و حفاظت از منطقه خودش که جان و ناموسشه افراد تحت امر این قمندان از او خوب اطاعت می کنند و بدون اینکه معاش یا مزدی داشته باشند در کنارش ایستادند شاید بیشتر آنان از بستگان خودش باشند ولی کسانی دیگری و از قریه و اقوام دیگری هم هستند که با او اند و از او حمایت می کنند دا قمندان سر من سر دیر همکاری لری پختانم سر همکاری لری نور دا هر قوم سر همکاری لری نور کتا پورتا
طالبان سره ډیر جنگونه وک نور سو بچانی مرسو سونه نور جنجالونه پیدا سو داتا نور ډیر دا کمانډان دا د ځان نه دفاع کوي د دولت نه دفاع کوي منګه مغه سره ولاړه سو منګه نور ډیر خواهشمند استو دولت دا سره همکاری وکي. این بانوی 65 ساله با آنکه زن دهاتی و از جامعه به شدت سنتی می باشد با هوادارانش دست می دهد و حتی با محارمش در انظار مردم روبوسی می کند. خانم کفتر معتقد است که ظلم بر زنان شیوه انسانیت و مردی نیست و در قلمرو او چنین عملی روان نمی باشد. اینو می خوام بهت بگم. الان میگه قمندان کفتر یک انسان بی سواده، کسی که تحصیلان نداره و داخل یه روستا هم هست زندگی کرده، ولی حقوق زنان را میفهمد چون زن است. من نمیدونم یه سری هستن واقعا تبعیض میشن بین زن و مرد. اصلا زن و مرد کنار همدیگه ساخته شدن که مکمل همدیگه باشن در راستای انسانیت. چرا الان باید به دختران افغانستان اینقدر ظلم بشه و حتی نذارن درس بخونن؟ دختران اینطوری این فکرای سنتی باعث میشه که ما هی عقب بیافتیم. بذارین دخترها برای خودشون آزاد تصمیم بگیرن و آزاد زندگی کنن. این باعث میشه که ماها پیشرفت کنیم، چرا که نه. او نکاح اجباری را نگوهش میکند و میگوید خدا مکوهی مردم هر رقمی که است خوب است، خدا از شهر نجات بده که مثل دختر کواری سنگسار کنه. اما هر کسی که خوش کرد هر کسی رضای شده مردم رو میدیم. آفرین. اجباری نیست؟ نه. از قمندان کفتر در مورد رخشانه دختری که به تازگی در ولایت غور سنگسار شد پرسیدم. او گفت اگر او می بود جوی خون به راه می انداخت و نمی گذاشت تا او سنگسار شود. بسیار امیتو که دیدیم را در تلویزیون دیدیم، لیکن بسیار ما را تکت تکت کرد دیگه، هیچ زندگی در وجود جان نمان. عزیز همو دختر. اگر خود در منطقه میشدی چی میگی؟ اگر من در منطقه میشدم که نه خاطیم و دختر سنگسار میشد، یا خود از همون طالب ها پیش میکردم یا طالب از خود پیش میکردم. قمندان کفتر که فراز و فرودهای زیادی دیده و مصیبت‌های زیادی را کشیده میگوید هرگز تسلیم کسی نشده و نمیخواهد تا زنده است تسلیم کسی شود. او شیرین ترین خاطره زندگیش را روز عروسی و تلخ ترین آن را زمانی که تنهای تنها و دور از خانه، آن هم در شب زمستانی در محاصره دولت قرار گرفت میداند و میگوید ما خاطره خوش وای وای چقدر خوبه. چوبا چوبا می‌بینی خنده شادی خودشون هم دارن. به هر حال همه انسان‌ها، همه ما هم روزای خوب هم روزای بد داشتیم، ولی قمندان کفتر واقعا باید بشینی پای حرفاش، جذبت می‌کنه. ما خاطره خوش وقتی شاور کنم چپ تفید برف است از زیر داکسان آمدهش در خود تک تناستی؟ تناست، تک و تناست که از زیر امی چراغای شکاری که هست که امی دنیا و جان روشنهی در آید دروی برف مفته مردسته میگیره پس کده امی قشلاخ برام. خانم کفتر نزدیک به 20 تن از خانواده اش را از دست داده و با آن که خودش مواجه با خطرات زیادی می باشد هنوز از داشتن سلاح خسته نشده و می گوید از این جنگ ها خسته نشده؟ نه. چرا خسته میشه؟ چرا کسی باز هم تفنگ داشته باشه، نفر داشته باشه؟ هم یک شاخ که دل انسان بود ایج وده و خستگی خنم فهمه. بانو کفتر این زن روستایی و از فامیل سنتی از هفت خوان رستم گذشت تا قمندان کفتر شد، ولی از این همه خوانه که به کمک جامعه جهانی به نام زن در این کشور پهن شده هیچ بهره نبرد و همچنان فراموش شده و افتیده از چشم دولت و دیگران باقی ماند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. جان مسی واقعا دمت گرم. عجب ویدیوی پرمعنی بود و باز هم درس زندگی داشتیم. میتونیم یاد بگیریم که چگونه حافظ ناموس و مال و حتی کشور و خانوادهمون باشیم. اینطوری که قمندان کفتر قمندان به درجه قمندانی رسید و اینطوری یک انسان بسیار بزرگ و قابل احترام است برای همه مردم افغانستان. امیدوارم لذت برده بوده باشین. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. خیلی شکریم. تا ویدیو بعد. بای بای.